آقا شما به من اجازه نمیدی دو کلمه حرف بزنم، شما همش شدی متکلم وحده. عزیز من میگم وزارت بهداری این اطلاعیه رو صادر کرده، چرا به من میگید شما؟ بله وزارت بهداری تا یه اطلاعیه که صادر کرده گفته تمام مراکز غیر مجاز لاغری و نمیدونم جوونی که این چیزا که مربوط به این چیزا میشه همشون تعطیل. آقا جون تو یه همین کیک ها رو بردار بخور که این لپات باد بکنه، من یه دو سه تا عکس بندازم. آقا اومایی مگه شما همیشه به من نمیگفتی نخور کم بخور شکمت گنده است نمیدونم چاق میشی ها؟ اون مال همیشه است، این الان مال الانه. یه دو تا گاز بزن این لپات باد بکن، من دو سه تا عکس بگیرم. یعنی الان دیگه سلامتی هم وسط مهم نیست دیگه ها؟ چرا مهم نیست حمید جون، خیلی هم برام مهمه. فقط بهت میگم الان تو بخور، بعد از اینکه من عکس گرفتم دیگه نخور. نه آقا همایون من نمیتونم بخورم، اصلا انقدر نخور تا سوء تغذیه بشی. ای باسه مجله زپرتی شما با این گزارشاتون من بیام یه چیز بخورم شکم خودم رو چاق و گنده و زشت و ترکیب بکنم وقت مجله که چاپ شد ببینم از اینجا عکسم چاپ نشده، کله منو میتونی بندازی مگه تو هر؟ نه که الان چاق نیستی؟ شما داری من سوء استفاده میتونی؟ چه سوء استفاده همیشه؟ من جای برادرتم بابا، نگو این حرفا. تو جای برادر منی؟ نه جایی بابا، تو اگه برادر من بودی من خودم میکشتم. همین جون تو یه وسیله ای، من میخوام از تو عکس بگیرم برای یه گزارش، برای آگاهی دادن به مردم. دستت درد نکنه دیگه، یعنی من وسیلم دیگه، بفرما این من وسیله شدم دیگه. حالا حمید جون تو که از صبح تا شب داری تو این دکه هی میخوری، هر دفعه من از اینجا رد شدم دیدم تو داری یه چیز میخوری، حالا که من میخوام دو ست عکس بندازم هیچی نمیخوری؟ نمیخورم آقا جون، مگه من وسیلم که بخورم؟ به من چه که بخورم؟ من رژیم گرفتم از همین امروز که شما اومدی، من رژیم گرفتم. آفرین، رژیم خیلی چیز خوبیه. گرفتم ولی حالا بذار من دو سه تا عکسو بگیرم بعد تو رژیم بگیر دیگه. چی میشه؟ نمیشه. ای من الان بخورم. اصلا میدونی چجوری آدمای چاق میگن امروز فردا رژیم میگیریم، بعد نمیتونن رژیم بگیرن، میخورن بعد میگن از فردا. اصلا من از همین الان شروع کردم جلوی خودم بگیرم، از همین الان من میخوام چیزی نخورم آقا همایون، نمیخورم. آها این دفعه من از اینجا رد شدم دیدم که تو دهنت پره داری یه چیزایی میخوری، یا هر چی دیدی از چشم خودت داری تهدید میکنی. اینه به فکر مردمی دیگه، میرم تو هفته نامه های دیگه داد میزنم میگم یک ضرب و شتم زد من آقا همایون، یک دکه‌دار نوجوان توسط یک به اصطلاح هنرمند کار فرهنگی هنری میکنه منو گرفته زده، میرم به هفته نامه های رقیب میگم کیک میکنن تو دهن. نمیخوری نه؟ باشه من این دفعه اینجا رد شدم دیدم یه چیز داشتی میخوردی، هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. خب دوباره بگو. چی؟ بگو صدات داره ضبط میشه، در دادگاه بر علیهت استفاده میشه، هیچ کاری هم نمیتونی بکنی. بگو مسئله این نیست که حرف بعدی نزدم که. بگو تو گل سرسبد این محلی، مثل مروارید داری توی این دکه میدرخشی، خیلی بچه خوبی هستی، هیکلت هم خیلی خوبه، چاقم نیستی، پرخورم نیستی. بفرما آقا بفرما، خرید نمی کنی بفرما، مزاحم نشد دمام چای ریخته اینجا افتاد چیکش بالا دیگه. این دفعه تو اومدی تو هفته نامه میدیدمت دیگه. بالا بله اجازه بدین شما. آقا شما به من اجازه نمیدی دو کلمه حرف بزنم، شما همش شدی متکلم وحده. عزیز من میگم وزارت بهداری این اطلاعیه رو صادر کرده، چرا به من میگید شما؟ بله وزارت بهداری تا یه اطلاعیه که صادر کرده گفته تمام مراکز غیر مجاز لاغری و نمیدونم جوونی که این چیزا که مربوط به این چیزا میشه همشون تعطیل. بله چی؟ میگه به من چه مربوطه عزیز من، برید به خودشون بگی اونا تعطیل کردن به من میگی؟ چه
کی؟ من جفت‌سازی میکنم. آره؟ ده مرد حسابی اگه من جفت‌ساز بودم که یه تارپایه این نردبونی چیزی میذاشتم این لایه های پاره پاره شده یه اوزانو به هم دیگه میدوختم. جفت‌سازی یعنی چی؟ حرفایی که لایق خودته به کسی نزن. خودتی بی تربیت، بی فرهنگ، لاوبالی، توهی. ادب داشته باش. تهدید میکنه؟ منو تهدید میکنه؟ تهدید میکنه؟ توجه، توجه. بوده این بابا حمله قبلی شروع شد. این بابا بینم توجه شما خود این حمله قبلی شروع شد. توجه چرا مزخرف بودی؟ حمله قلبی کجا بوده؟ منوچ شما گفتی توجه به این معناست که یک حرفی رو من بیش از 10 بار چی؟ به قولی بچه ها گفتنی تکرار نکنم. توجه کنید خوب بره تو دوگوله، یعنی بره تو مختون که بفهمید. هی نپرسید آقای کابوسی چی؟ آقای کابوسی توجه کنید، این معنای توجه. آقا بفهمید. بله. موردی که میخوام براتون بگم، مطلبی که میخوام بهش اشاره بکنم، مطلب بسیار مهمیه که بعد همه شما تلفن قطع کردید؟ بله دیگه، مگه نمیبینین الان اومدم اینجا تلفن رو یعنی قطع کردم دیگه. اشکال که نگه نمیدارم، قطع کردم. ببخشید فکر کنم دلکم ندیدم تون اینجا. بله. خیلی واسه ببخشید. نه خواهش میکنم. بله، از بزرگ انبرتون که من از صبح تا به الان یعنی یه چیزی قریب به بیش از 300 تا تلفن چی تهدیدآمیز داشتم. وای چطور شد؟ مسئله است. بیش از اغراق اگه نگم بیش از 300 تا بوده. بله، تهدیدآمیز همه یکی بعد از دیگری. بگی چی بوده؟ چی بوده؟ عرض به حضور ارمرتون عرض کنم که طب سوزنی بلقیس، مرکز طب سوزنی چی؟ بلقیس. مرکز نوید باریکی. نوید باریکی. یعنی نوید لاغری. نوید میده به شما که لاغر میشید. مرکز فلان، مرکز بهمان، مرکز اصلا همینجور پشت سر هم و 1001 مرکز دهن پر کنه جیب خالی کن. جیب چی؟ خالی کن. خوب توجه کنید. اینا همه یکی بعد از دیگری ما رو تهدید کردن، یعنی بنده رو تهدید کردن. بای خود سرم اگه ناهید بفهمه. ناهید خانم نخواهد فهمید مگر اینکه شما بری بشه. بله بله، آفرین آقای کابوسی. نه من چی نمیگم. نه آقای کابوسی، من دارم میگم که شما رو چرا تهدید کردن؟ وزارت بهداری این کارو کرده. بله. جمعشون کرده. فرید خان سپهری توجه نمیکنی، میگم دوگوله رو به کار بندازید. ما رو که ما رو میتونن تهدید بکنن، ولی وزارت بهداری رو که نمیتونن تهدید بکنن. پس حتما میافتن به جون اونو شکایت و شکایت کشی. یعنی آفرین. یعنی آفرین صد باریکلا. برای اولین بار زهرمار ندایی جان. درست گفتی. باریکلا. یعنی باریکلا. میگه چه کار کنیم؟ دست جلو بگیریم، خودمونو جلو بندازیم که عقب نمونیم و گاف بهشون ندیم. گاف نکنیم. گاف واسه چی؟ مگه ما گوسفند داریم اینجا؟ بیا درستش کنم. آقا ولی چه گاف یعنی اشتباه. گاف. خب شما اینو بگید اشتباه، چرا میگین گاو؟ ببخشید جناب منش کن اشتباه. بس دیگه. خب بس دیگه. اشتباه. آیه کابوسی بفرمایید چیکار باید بکنیم؟ دیگه شما چرا؟ جناب فرید خان سپهری سردبیر وزین شهر قشنگ، شما دیگه چرا این سوالا رو میکنید؟ اگه منوش بپرسه اشکال نداره. تو دیگه چرا؟ مگه نمیدونی که گفتم عکس آدمای عادی و معمولی رو چاپ میکنید؟ همایون خان که میدونه که زیرش یه جمله اضافه میکنی قربونت برم. گرفتم. این عکس‌ها تزئینی است. پس چرا میپرسی تو که میدونی؟ محض اینکه چوب لای چرخ زندگی گرفتی؟ بله گرفتم. آقای کابوسی یه مشکلی هست. آقا من همه عکسامو از آقا منوچهر گرفتم، بعد زیرش بنویسیم تزئینی است. آقا منوچهر کجاش تزئینی آخه؟ ترسناک تزئینی. حالا چه ایرادی داره؟ منظور پدرم اینه که بنویسین که این عکس ها واقعی نیست. در این صورت بعد از چاپ عکس هیچ کسی نمیتونه هیچ شکایتی بکنه. فقط اون دکتر اینم همینو بگه. آره. که عکس ما نمیدونم فلانه، ما عکسمون بی ربطه که گفتی. دیگه چی مونده؟ آقا آیرس به خدا یه دار دیگه، یکی بعد یه چیزی از من بخواد، عکسی بخواد، خودش میدونه خودش. چیه؟ مگه چی شد؟ ای بابا.
من کلمه نامربوطی حرف بدی زدم که ایشون عکس العمل این مدلی نشون دادن. زبونت نیش داره. یعنی چی؟ من هیچ حرکت بدی انجام ندادم. نمیدونم ایشون یک حرکت غیر عادی انجام دادن. از حالت طبیعی خارج شد. بله بله. مگه حالت طبیعی هم داره این که ازش خارج بشه آخه؟ چی داری مگه تو؟ اصلا دوگوله‌ای در کار نیست. این پسرم 30-40-50 ساله که همینطور اینجای ما، اینجای گرده ما آویزون شده، گرده ما آویزون شده، چسبوندنش با ماست دیگه. همینه که هست. قتل آبه. ولی قلبش چی به قول بچه‌ها گفتنی؟ این کف دسته. یه دونه مو نداره. رفاقت دیدی حال کن. آره. برمیگرده پسر. من به فکر حلقه برمیگرده. بر باد رفتم تو از رفاقت میگی؟ بس دیگه. بچه آقای کابوسی من میگم حالا که این اتفاق افتاد من برم یه بار دیگه گزارش ها و مقالات رو بخونم که وقت خدای نکرده بچه ها سوتی نداده باشن. حتما. 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 پس هر جور راحتم این کار انجام بدم. ممنون. ببین منو. کارت انجام بده. خانم دلیخون. بله. با سرکار خانم دلیخون بزرگ که صحبتاتون عرض کنم که همچی گل انداخت. تلفن قطع نکنید. ما میخوایم چیه جلو از کجا فهمیدی من میخوام به نایی جون زنگ بزنم؟ خب دیگه این پنج تا انگشت میبینی هر کدومشو ببری ازش خون میاد. همشون اندازه هم نیستن که. به قولی بچه‌ها گفتنی کف دستمون نداره. بفرمایش میکنم. خبرتون میکنم. بفرمایش میکنم. با شما قطعش نکنی کارش دارم. جانه. پدر جان. جانه. میخواستم ببینم با این کلمات نامانوسی که وارد زبان ما شده چه کنیم؟ مبارزه کنیم؟ نابودش کنیم؟ یا اینکه باش بسازیم؟ کدوم کلمات پسرم؟ کلماتی از قبیل سه سوت، خفنی، توپ توپ، ایول، بعد بیست بیست، عمرن و از این ده سه شدونیم، حال کردیم از بله چه کارشون داری؟ بسه بگم اونم اینجوری حال میکنن، یعنی بگم مسئله این نیست. ببینم جانم، بله بله، چشم روی چشم، چشم یه لحظه چیکارشون داری سیاوش جون؟ بذار بگم، میگم که نکنه گرفتی ما رو تو اما شیطان نه میگم گرفتی ما رو؟ نه من همچین جسارتی نمی کنم. نه دیگه گرفتی ما رو بگو. من شما رو نمی گیرم. نه اصلا من همچین جسارتی نمی کنم. همیشه سعی می کنم با پدر خودم یک فاصله یه حفظ کنم. ای باری کنم شیطون با سرکارت بزنم. بله برو به کارت برس. بله بله من هم با نایی خانم تلفنی صحبت کنم. گرفتی یا نگرفتی، بگیری نگیری، گرفتن یا نگرفتن، مسئله این است. خط چنده خانم داری خون؟ آخ 86. نایت خاله سلام، چطور ماره شده نزدی؟ اوه چه خط آب میخوری؟ خب آبا تموم میشه ها؟ خوبه سلامت باشی دیشب. آره خب گفتم یه هایی تا صبح بخوابی اصلا بلند نشی. نمیدونم واسه چی خواب میگم، نکنه از گشنگی باشه. نه بابا از بس شکمم قار رو قور میکرد یه ها از صدای شکم خودم از خواب پریدم، دیدم اه بلند شدم اومدم. عجب بابا بو برنگی رو انداختی نایت خاله. ببینم رو کم کنی امشب، میخوایی رو کنی دیگه از اون غذاهای عجب بوی. رو کن دیگه، رو کن ببینم شام چی بختی امشب. شام شاهکار امشب کردی، آن سنگ تموم گذاشتی. شام تو یخچال. این شکم ما از بس به ما گشنگی دادی هم چسبیده به پشتمون. امشب میخوام یه دلی از عزا در بیارم. شام تو یخچال دیگه، شامت توی یخچاله. تو یخچال؟ آره یخچال. حتما باید برم حالا وایستم یه ساعت سر گاز گرمش کنم. باز چی تو یخچال گذاشتی؟ خب من بیدار میشدم، من که برای یه عمر نمیخوابیدم که. خب ترسیدم خراب شه، گذاشتمش تو یخچال، بد کاری کردم آقای کابوسی. آه فهمیدم، حتما بستنی پختی یا پالوده. آی آقای کابوسی چرا سوال میکنی؟ بی سوالی که نیست که دیگه. شما خیلی خوب ببخش، اخماتون رو واکنید خواهش میکنم. چش ببخش. نایت خاله؟ نایت خاله میگم باز امشب از اون شباست که یه خورده همچین گرفته ای اوقات تلخی میکنی با ما. چه کار داری میکنی؟ به خودت رحم کن اقلن. حالا آب جهنم، من پولش میدم به خودت رحم کن.
شما میخوایی بلنشی بریم با هم یه ماشین رو روشن کنم، یه گشتی بزنیم دو بریم اوشون فشن، از این حالت در بیایی با ما قد تلخی نکنی؟ نه خوبه، شما رو بخوریم میریم. خوبه بزمت شما بخورم الان. نایف خاله؟ بله. ببخشید سوال میکنم، میدونم که نباید اینقدر سوال بکنم مثل بچه ها. شام من چه رنگیه لطفاً؟ ببخشید. رنگا رنگ. رنگش بگی چه جوریه، من خودم میتونم. رنگا رنگه آقای کابوسی. اونها نه اون نه اون. آها آره، نمیذاری یه لیوان آب بخورم دیگه؟ بخور نوشی. چه از قدیم گفتن ها، کسایی که چشاشون درشته خود کمسو هم هست. کدوم ضرب المثلی اینه گفته؟ این کجاییه این ضرب المثل؟ که من که دایره ضرب المثل هم این نفهم نشنیدم تا حالا. مال شهر ماست آقای کابوسی. خیلی چش درشتن نمیدن چی داره. بله شامو چش درشتن اینجوری میبینن شامو؟ بله این شام چش درشتن؟ بله بله از این به بعد شام همینه آقای کابوسی. خانم کابوسی این شام یه قهرمان کشتیه. سابقش رو جای انداختی آقای کابوسی. ببخشید قهرمان سابق کشتیه. حالا هرچی اینه بلد. آخه این چی چیه؟ من چی چیه؟ ببین شامه دیگه کابوسی. ما رو ببین از تو خواب فکر کردیم خبریه، بلند شدم انر دویدم اومدم که شام بخورم. این چی چیه؟ شامه دیگه شامه. این آقا بهادر رو میدونی کارش آخر سر به عمل قلب رسید. نایف خاله من از پاش یه رگ کشیدن بیرون، گره زدن به قلبش. برای چی؟ برای که پرخوری کرده بود آقای کابوسی. میگه آقا بهادر من کابوسیم. نایف خاله این چی چیه آخه؟ آقا شام من رگام به بزرگی بزرگراهاست. من کشتیگیر بودم، من قهرمان بودم، من هر رگم درشت رگام به اندازه لوله فشار قوی گازه. این چی چیه؟ بله آخه این چی چیه؟ رگ شما به وسعت بزرگراهاست که یه جای تابلو زدن که اینجا دیگه باریک میشه، کارگران مشغول کاره. خطر مرگ. میخوای تابلو بزنم که ورود مرگ با بیل ممنوع جلوی قلبم؟ آقا من نمیمیرم، نترس شما. من کابوسیم. با بهادر اشتباه گرفتی شما نیست من. پس لااقل کم سوسش کن نایت خانم. این که بدون سوس نمیشه خورد که. سوسش توشه کابوسی. کو؟ به چشم بابا یه دونه لیمو، یه نصف لیمو چکوندم. نصف لیمو که خانم این لوزه ها رو به هم میچسبونه، نمیذاره این از گلوی آدم بره پایین، از خورتومم بره پایین. میگم سوسش کن، لیمو ترشو نمیگم که. همون سوسه دیگه خانم. من باید سوسو با چشام ببینم، باید بچشم مزهش طعمش اینا که به مذاقم خوش اومد و من از این گلو میره پایین. این چه جوری بخورم من اینو؟ بفرمایید شام. بفرمایید شام. تو رو خود تعارف نکنید. بفرمایید شام. ما خودمون داریم شاممون رو میخوریم. میخوایی نصفی از سیبمون بدم به تو؟ البته چیز زیادیش هم نمونده. خیلی ممنون خاله. التفاتتون یه وقت خدایی نکرده نم نکشه، دستتون درد نکنه. شام دارم خودم. شام دارم مفصل، اونم از نوع مفصلش. ولی میخوام بعدم بخورمش. الان میخوام برم پیش خاله یه سر بزنم، دلم براش تنگ شد. نه فرید، اگه به هوای شام میخوای بری اونجا نریا، برای اینکه مامانم رژیمش از ما خیلی سخت تره. اون آب درمانی داره، بعدم در زم سالاد آقای کاووسی هم روغن زیتون و نمک هم نداره. همینجا بشی. آی ننه آخه این چه مسخره بازی شما در آوردین؟ این تب رژیم از کجا اومد یا شما رو گرفت؟ تب؟ ما تب نداریم. الهام تب داری؟ نه ما یه تب نداریم، ولی فرید دل درد داره، خودش هم خبر نداره. با مزه. اولا خیلی با مزه تر بودی، خود کویی خود خندی، عجب همسر هنرمندی. خیلی با مزه گفتی. بایستو یادداشت کنم یه بار دیگه بگو. چی؟ خودش دل درد داره. فرید چی گفت؟ خود کویی خود خندی، عجب همسر هنرمندی. خوب بود. آفرید. ای بابا. بابا چی میخوای مرد؟ تو آشپزخونه چی کار داری و سر صدا میکنی؟ نایت خانم. بله
نهید خانم؟ بله بابا ما اینجا کشک داشتیم این همه چی شد؟ من این همه کشک از محلات آورده بودم پس چی شد؟ کشک میخواد چیکار؟ شما نمیدونی من عادت دارم وقتی میشینم باید یه چیزی گاز بزنم به جوم سر بزنم برای اینکه مزه دهنم عوض بشه. این کشکا خوشخوراک بود مخصوص ما درست کرده بودن. چی شد؟ اون کشکا رو سرایی دادم به راضیه با خودش برد کانادا. آخه میگن توی کانادا همه چی گیر میاد الا کشک. چی؟ دادی کشکا رو من یه گونی کشک آورده بودم دادی راضیه برد؟ خب حالا مگه چی شد؟ خانم عزیز من اینا رو آورده بودم که گاهی اوقات بنده یا جناب علی بیکار میشیم بشینیم بسابیم کشکمونو. کشک بادمجونی، قرمه سبزی، چه میدونم آش رشته چیزی داره، کله جوش. من انقدر بهت گفته بودم حواس کله جوش کردم دادی کشکا رو برد برد کانادا که چی؟ که اونجا بگه من کشک دارم. خب زن حساب گه همینجا میشستی تو ایران کشکت هم میخوردی واسه چی رفتی اونجا؟ چه حرفا نیست دادی ببره؟ بله مگه اون به شما چی داده که شما به اون میدی ببره زندگی منو؟ خب حالا من کجا رفتم؟ باز شروع که آواز خوندم من کجا رفتم؟ من سرجام نشستم اون داشت میرفت کانادا گفت کشک نیست اونجا. منم گفتم خیلی خب باشه این کشکا رو ورد و ببر اینا همه خونگیه. خب حالا بعد کاری کردم؟ حالا درسته من سوارشم این همه را انر انر برم محلات که کشک بیارم؟ نمیخوای من بلنشم انر انر برم کانادا کشک بیارم؟ حرفا میزه بشی تلویزیون تو ببین مرد. همه چیز ما رو میده به مردم میبرن اونا به شما چی میدن؟ من یه دقیقه حوصله ندارم نایت خاله تلویزیون چی تماشا کنم؟ میرمش بچه های سری. آقای کابوسی بله ببین این بچه ها رژیم دارن شامام خبری نیست. ها خود تو سبوت بخور بشین جوشین با هم تلویزیون. ها ها بشکن بندس. ها؟ نمیدونم دیگه. بگو اینو اینو 13 بگو بگو من بلدم بخونش. میگم من یه گزارش خونده بودم نوشته بود که اگه میخواهید بهتر لاغر بشید خوابتون حتما تنظیم کنید. الان از خوابتون گذشته برید بخوابید. نه من خاطر خودتون میگم من که مانکنم خوشیکلم. حالا دیگه ما داریم جدول حل میکنیم فرید بگو تو اگه میتونستیم حل کنیم که تو این چند ساعت حل کرده بود. الان شما خوابتون میاد مغزه کشش نداره برید بخوابید. من بخاطر به بیدار بمون تا صبح بیدار بمون اینجا بشینیم هم دیگر نها کنیم منم کمکتون میکنم. من بخاطر خودتون میگم بریم جدولم بیاریم. نه دیگه بریم. من چقدر من احساس سبکی میکنم و خیلی احساس سبکی میکنم شام نخوردم. خوابای بدم نمیبینم نه فری؟ بله 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 خواب بد نمیبینم؟ نه 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 خاله خوابای خوب ببینی خوابای رنگی ببینید بچه های من بریم بخوابید دختران من. پس شب بخیر فری چرا؟ آفرین خوب بخوابی جدول نبر دیگه ولش کن اب نداره من جام میکنم من جام میکنم من جام میکنم. دیر وقت نایت خاله ها؟ آره وای کابوسی دیگه نمیتونم. نه دیگه نمیتونم آب بخورم. خانم آبی نخوردی شما که؟ چی بودین؟ یه تانکر آب از صبح همش خوردی چیزی نخوردی؟ خب آخه برای سلامتی میگن خوبه. خوبه بله اینم بخور به نظر من برو بخواب دیگه. آخ نه 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 دیگه نمیتونم. خوش برو دیگه خانم برو بخواب دیگه دیره میگن خستم شدی؟ ها تو چرا نمیخوابی؟ من میخوام اگر بشه یه چند بیت شعر بگم همچین حالت شعر برم. اگرم بشه که میخوام یه غزل کامل بگم اگه الان. خب بگی بخواب بابا بیکاری برای چی میخوای بیخوابی بکشی آخه؟ بیخوابی چی خانم میگم میخوام شعر بگم حالتش پیش اومده میخوام بگم یه جوری مگه سال به دوازدهم چند دفعه یه همچین حالتی به آدم دست میده که شعر بگه؟ سالی ماهی بشه که آدم حالت شعر گفتن پیدا بکنه. امشب از اون شب خیلی خوب باشه هر تو میلته ولی من میگم فقط زیادی بیخوابی نکشی بابا. اون موقعی که گر رو گر شعر میگفتی جوون بودی کابوسی. الان فکر خودتو بکن خودت رعایت خودتو بکن. چشم
من سعی میکنم فشار به خودم نیارم، میدونم سنی ازم گذشته. آره. فشار، ولی یه حالت شعر دارم، شما برید بخوابید. چی باشه حالت شعر؟ شما برو بخواب تا بهت بگم. خیلی خوش. عرض کنم که الا ای اولین مردا به عشقم، شب بخیر. الا ای اولین مردا به عشقم، در پی اهداف منحوت ابد ها را. الا ای دومین مردا به عشقم، گرچه در پندار حافظ و الا ای اولین مردا، ای سومین مردا به عشقم، تو هپرغوز مبادا را و بزداش محمد همه سکبانی بدر. و الا ای چهارمین، بله چند تا اینا رو میخوای بشماری؟ این مردا به عمر تو اینا رو همه سه تا شده. شما نخوابیدی هنوز؟ تو دلت بشمار، نمیذاری بخواب آدم. الا ای خدا، وای الا ای پنجمین مردا به عشقم، ورته اندار هستش تا محبودی و پندارا. الا ای هشتمین مردا به عشقم. چی شد کابوسی؟ هیچی شما بخواب. شعر دفتر چی کرد؟ نه برو بخواب شما. و الا ای یازدهمین مردا به عشقم، باته هر توز من هشتم. تو هم اینجا خوابیده الهام؟ آقا چی داری؟ یکی نون به من بدی، من نون نخورم. شما بیا سید بخورید. تو رو خود خورد نون بدید. بخور که خفهمون کردن این از گشنگی. آقا پنیر بدید من. نه یادی ها؟ پنیر نگویدم، کره بخور با هندونه. کره هندونه آقا، مدلش گلیه ای آقا. آقا شما که بدونید من چقدر گوشت خوردم از گوشت. آقای کابوسی نیاد با اشکاله. آقای کابوسی گوشت آخ، گوشت دارم میمیرم آقا. پا حالا خودم اینقدر گوشته نگیدم. وای بیا نه امی خواب خواهن اومد تو ما خواهن بخور بخور. آقا سیب بخوری، سیباشو امروز خریده بودم. نه گرسنم و سیب نمیخوام. خیار هم دارم ها. نه نمیدونم. آقا شیر بخورید. بجام نگذارد. داشتم میمورشم جون، گریم گرفته بود. نه می‌دونستم تو اینجا یکی زودتر می‌اومدم تو. من سود زدم شما بیاید ولی متوجه نشدی. دوگوده رو به کار انداختیم آقا. بگی منم پیداشون موسیقی. آقا بزن
آی کابوسی همچنین لغمتون میگیرم برای لغمه همچنین لغمتون چی تو آقای کابوسی میگیرم برای لغمه یواش نهی تو یکتون لغمه میگم بگیرم لغمه قول بده همینجوری نجویده قول بده وای خیلی داری میترس باقا باقا بلند نشن آقا خیلی حالم جا اومد چقدر گرسنگی به ما دادن اینا رژین آخش آخش یواش وای یواش وای آخش آخش میگم یواش خیلی دار میگه چسب میده آقا چه بلند شده شبونه یواش یواش رفته در یخچال باز کرده بر من نون پنیر هندونه برشته خورده این فرید خانم رفته بود مامان این که چیزی نیست الهام خاله یه دقیقه گوش کنید شما آدم از بزرگترش یاد میگیره دیگه اگه آقای کاووسی این کارو نمیکرد من هیچ وقت تحت تاثیر قرار نمیگرفتم آقای کاووسی شما با این سنتون چرا همچین کاری میکنید که من تحت تاثیرم فردا دفتر اخراج هرجور راحتید ولی من معذرت میخوام آقای کاووسی واقعا خب بیاین بگین مرد و مردونه آقا من گرسنمه نمیتونم تحمل کنم رژیمو ای قربون اون کلامت نایت خاله که در و گوهر از دهن بیرون میاد به جای کلام قدر این خاله رو بدون آقا فرید به قدر این خاله رو بدون به خب نمیتونم یه هو رژیم بگیرم بابا من 60 سالمه گشنم میشه شکمم چسبیده پس گردنم خاله 60 سالشونه پاشون لب گوره بچم خوب خاله ایه من یعنی شما نمیدونید این خاله رو از قدیم ها تا الان تعریف دارم میکنن شما نمیدونید چه خاله ایه حالا مجیز بگو حالا هی شیرین زبونی کن بلبل زبونی کن گفتم خاله قدر این خاله رو گفتم بدون گفتم بلبل زبونی کن خب منم گشنم میشه خب مجیز میگه خیال میکنه خالش نمیدونه اون از تو زبلتره بگیر دست شما درمه گشنت بخور بخور از چی وحشت داری؟ بخور دیگه چشم ببخشید آقای کابوسی میشه یه ذره به من بدی؟ خواهرزن گرام کی از خواهرزن گرامی تر؟ خواهرزن خواهرین آدم حرس میکنی بسته؟ بفرم دست شما درد نکنه الهام خاله خیلی ممنون جان بیا دوتا دونه بخور فسفر داره برای دوگولت خوبه کمجتونه مخت میگه مختون خنگ بازی در نیاد خود بخور خجالت دو گوله یعنی مو حواست باشه گولت نزن آقا دست شما همه بیا و زحمت بکش این همه آب خوردم من اینم سفارشی دو آتیش مخصوص نایت خاله بفرمایید نه بابا بی خود تخماله بسه دیگه همشو دیگه همشو نگید من بفرمایید من همشو نه مال شما همش بفرمایید بده آقا درست صحبت می‌کنم. خیلی خیلی بد لبخند می‌زنی. خیلی بد لبخندی آقا منو چرا؟ آقا یه حرف بزن یه چیزی بگو دیگه بنداز دیگه. جون ما رو گرفت. آقا منو چرا؟ به جای اینکه حرف بزنی گفتم سرتو بنداز پایین انگار مثلا شربنده این فیگورا چیه برام میگه؟ آقا جون من کله رو که تکون ندم. دستمو اینور اونور نکنم. بدنم رو تکون ندم این زبونم هم تکون ندم عکس آقا منوچهر منوچهر سلطان آبادی که نیست که یه عکسه میخواییم بندازیم تو هفته‌نامه چاپ کنیم آقا منوچهر شرمنده من شرمنده چرا من دشمن من شرمنده باشه آقا منوچهر عکسه این عکسه منوچهر سلطان آبادی که نیستش که عکسه همه معطلیم آقا منوچهر یه دقیقه وایس یه عکس بگیریم شرمنده باید قیافه عادی خود باشه من میگم این شرمنده باشه هر عکسی خبرتون شما میاد ما رو میده بیری قطبی زکله باز دو مرتبه سر صدا رو انداختی چیه مدل شده این خوبه این آقای منوچهر خان سلطان آبادی رنگ آبی نداره قیافه ای نداره و الا شما صبح تاشون با میستوندین ازش عکس میگرفتین چه حد عکس آخه همه جوراش گرفتن دیگه بلش کن آقا جان آقا تازه داریم الان سایه ضد نورش استفاده میکنیم بله نور دیگه چیه؟ حالا ریحا نورم نداره؟ نه هیچی نداری آقا منوچهر حرف نزن آقای کابوسی اینجاست بله آقای حرف نزن بنویسید که تزیینیه ها حتما آقا حتما
تزیینی چیه؟ تزیینی تزیینی چیزی من نمی‌فهمم. آقای کابوسی اینجاست. عکس من خولی ام، شمرم. این دفعه من بگین آخه. اجازه بده چقدر حرف می‌زنی؟ این دفعه قراره که کجا دل ببره؟ آقا این دفعه قراره زهله ببره، قرار نیست دل ببره. رامین زهله ببره. من شمرم دیگه اینها. رامین یه مقاله نوشته، رامین یه مقاله نوشته که از مردانی که تحت ستم زناشون قرار گرفتن و از طرف زناشون مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. این نشستن ما همسرای بدبخت نگرده همینجا که اگر کلامی راجع به این موضوع تو خونه حرف بزنی با من طرفی هست. باشه باشه، خدافظ خدافظ. آقای سپهری اومد 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 پشم زنم برم میکشم. چرا اینجوری میکنی فری؟ داره مثلا اینجوری میکنه که سایه عکس طبیعی در بیاد. حتما. آها چیزه، ناهیجان الان زنگ زدن گفتن یه نسخه از مقاله شوهران تحت ستم و براشون با پیک بفرستی. آه همین خوبه، همین شرمنده که میگفتم همینه دیگه. حاضری؟